بشم شم نعسه و نسلیخ و بکر طول خول مدینیم شلانو و خول کبوتاد و تلویزیونیم شم زکیم تورا بر ربیم تیلیم یوم شریشی به شبات کودش کافته اسریم و تی شب به نیسان تا شیم پیدالت ایرو روش خودش ایار اربا سار یوم لعمر میزمور پی بیت شمونی مشتایم ادانای صفاتای تفتا خوفی یگی تیلاتخا میزمور لیاساف الهیم نیت به عدت ال بکره الهیم اشپد ادماتتیش به تو آویل افنه رشاییم تیس و سیلا شیف تو دال و یاتوم آنواراش هستیکو پل تو دل و ایویون میاد رشیم هدسیلو لو یاده او و لو یاوینو به هشخای تلاخو یموتو کل مستعارست انی آمرتی الهیمتم اونه الیون کلخم آخن که آدم تموتون و خخه دستاریم تیپولو کوما الویم شفتا ها آرست که اتا تین خال به خل هگویم هلا خود یومید ار تکره هلی خود الا هلا خود هلا خود بسار و خلاو آلف ها اخل بسار و رسل اخل مخاله خلاو ساریخ لحمتین شش شعات رگیلوت به شعات دو خک افشال لحمتین خامش و خسی شعات به یشک ایلوت شنوه گو بن بین بسار شالوش شعوت بلود یوتو هلند و یش هممتینین رک شا اخد اخد دعت ماران شلخان آروخ شش شاود و خن کاتو کما میگه دوله گاؤنه اشکناز شیش لخمیر لخند تو شینهگو کولام لحمتین شش شاود گیمه اتا نیتن لسپور ایم سی اون مخلوات باسار ولو آخره برکت مازون دالت لیلادیم که تنیم افشال لاکل پا خود میشه شد لفی خانخیصوت بکاخ هی موتار لیه گلیدا پروه للو خلاف لاخر سعودا باسارید و خیم موتار لیشتوت کافه ایم خلاف سیتنتی و این لخوش لمرئیت آین بازه شکه نافوس و یادو هدوارش ان کان شوم و مطال خل باسار اخره خالاو او گوینا لاخر اخر حدا خاب اتپه و حیادایم و یش نو اگیم خصیشا که کن گوینا کاشا اخ یش مخمیریم ل شش شاوت و تخنتون و به پارسی صبح خرش عزیزمون در کلیه گروه ها و تلویزیون های پخش تو را امروز سه شبات کدش 29 سیان سی نیسان 5784 ارو روش خودش ایار چهاردهم عمر میزمور 82 پی بیت که در ابتدای برنامه قرارت شد این اکلاخوت روزانه ال تیکره هلی خود ایلا خود. حلاخوت خود باسار و لبنیات اول کسی که گوش میخوره و میخواد لبنیات بخوره بایستی که شش ساعت صبر کنه ولی اگر در یک موقعی که در یک تنگنایی هست یا چیزی هست میتونه تا پنج ساعت و نیم باشه اما دوم هستن بعضی از یهودیان جهان در جهان در دنیا که بین گوش و با خالاب را فقط سه ساعت صبر میکنن مثل یهودیایی که در هلند زندگی میکنن هستن بعضی هایی که حتی یک ساعت صبر میکنن ولی میگه طبق ادعا و طبق عقیده ماران شولان آروخ باعثی شش ساعت صبر کرد و تمام بزرگان تورای اشکنازی هم اونها این سخت گرفتن و بهتر اینه که همه شش ساعت صبر کنن بعد از گوش فرق نمیکنه گوشت مرغ یا گوشت گوسفند یا گوشت گاو باعثی که حتما شش ساعت بگذره سوم ساعتی که انسان میخواد بشماره م... از موقعی که دیگه گوش نمیخوره مثلا اگر آب گوشتش هم میخوره حساب میاد ولی نه اینکه بعد از برکت مازون حساب بیاره برای اینکه خود برکت مازون خوب یا میشنن با نهایت کوانا میخونن طول میکشه چهارم بچه های کوچک را میشه یک کمی بهشون فرصت کمتر داد برای اینکه ممکنه مثلا بچه بخواد شیر مادرش را بخوره و گوش خورده قبل هم مثلا بچه یک ساله او گوشت خورده یه چیز خورده پنجم موتار هست که بعد از این که انسان خوراکش را خورد میتونه گلیدا بستنی پروه که نه ماستی نه آشری چیزی نیست هیچ شیری درش نیست میتونه بخوره و یا میتونه کافه بنوشه که با شیرهای با شیر سیتنتی شیرهای مصنوعی این درست کردن یا مثلا مال سویا شیر سویا اینا رو میتونه ازش استفاده بکنه و از نظر دید هیچ اشکالی نداره برای اینکه میدونن در اینها ها هیچ گونه شیر وجود نداره ششم موتار است که انسان وقتی خالاوی خورد مثلا گوینا یا خالاو خورد انسان میتونه بعدش حالا ببین عقیده هست که بعد میگن دانشون را بشونن دستاشونا بشورن پهاشونا میگن یکم آبم بخوره نونی هم بخوره, بخوره، میتونه یا بعضی ها هستن که میگن نه نیم ساعت باید صبر میکنه ولی لفی حدین وقتی گوینای خیلی سخته گوینا پنیر پنیرای خیلی محکم سخت و اینکه چربیشون خیلی زیاد است حتما بایسی بیشتر صبر بکنن و حتی یا سخت میگیرن که حتی 6 ساعت بعدش میتونن گوشتی بخورن ببینیم چقدر بایستی رعایت کردیم و اما محصه امروز محصه بسیار زیبا از هاراو باروخ گزهی ایشون تعریف میکنه از داستان رو ایشون میاره که ببینیم که انسان برای احترام پدر و مادرش چه در موقع زنده بودنشون چه در موقع نبودنشون انسان باعث همیشه وقت احترامشون را داشته باشه و حتی بعد از فوتشون ها انسان در ذهن خودش یک منظره ای را در نظر داشته باشه که میشه وقت بتونه پدر مادرش را یاد بکنه مخصوصا در لحش وقتی که میخونیم هش به که میخونیم اونجا رو میتونه اون یه راستون که میخونه میتونه اونجا پدر مادرش را حتما یاد بکنه با اون یاد بودی که داره ازشون میگه یک روز یک مادری در ایام بابا سالی یک روز یک مادر با بچهش رسیدن خدمت آرا خب عبدتی یه نوشته میدن اون کسی که واسطه است میبره میاره اون کاغذ را برداد داد به آرا آرا دستور داد که آرا بابا سالی در خدا دستور داد که اون بچه بیا تو وقتی اون بچه اومد تو نشست حرف نزد هاراب و بنابراین گریه کردن گریه کردن یه وقتی بچه خوب بچه از پسر بچه بود گفت که حراف چرا داری گریه میکنی بهش گفت که م... کاش که اید کاش کاش که من مادرم زنده بود الان روی چشمم میگذاشتم روی سرم میگذاشتم ولی تو مادر داری و اون را بی احترام میکنی به مادرت حرفای نامربوط میزنی مادر تا خار میکنی صحیح نیست کار تو و یک داستانی را ربن بابا سالی برای اون بچه تعریف کرد گفت یک روزی برادرم یک برادر داشت به نام داوید ابو خسی را گفت من و برادرم داوید به پدرمون که البته پدرش به نام حرام مسعود بوده و برایشون داشتن کاراش میکردیم چون مریض بوده سالمن بوده تمیزش میکردن همومش میکردن کاراش همه کار میکردن یه وقت پدر یک آهی میکشه این داوید به پدرش میگه که بابا چرا آه میکشی فکر کرد که پدر یکم ناراضیه یا خاص و خایل های چیزی داره که اینطور آه کشیده یک وقت پدر یک نگاهی بهش کرد به این به داوید کرد و گفت که یک جواهری داشتم و این جواهر را گمش کردم ربی داوید این را فهمید که منظور از پدر چیه که بی احترامی کرده از همونجا از خونه رفت بیرون یک سال رفت توی سد و دیگه خونم نیومد و من هر روز برای او خوراک می بردم توی بتکنست و یه جایی در یک گوشه در بیت کنیسه همونجا جای انداخته بوده برای خودش شب و روز اونجا زندگی میکرد میگه بعد از اینکه یک سال گذشت یک روز به من گفت که خواهش میکنم برو ربانیم بزرگ اون موقع در برشه و بودن ربانیم, ربانیم بزرگ برشه و را جمع بکن و ببرشون پلوی بابا و بگو که مرا مخیلا بکنه بالاخره آرا بابا سالی روی ساله البته ابو ایشون رفت و ربانیم را خبر کرد و رفتم اومدم پلو خدمت پدرشون مسعود و جریان را بهش گفتن ایشون گفتن که باشه من مخیلاش میکنم و میتونه بر بگرده بخونه وقتی که اومدم به داوید خبر رو داوید خبر دادن که بله پدر تو را مخیلا کرده و گفته بر بگرده بخونه در رایی که می اومدن رفت در یک مغازه یک کارد شخیتا خرید یک کارت شخیده بزرگ کارت گستانکشی گاوکشی گستانکشی رفت یکی را خرید و اومد توی خونه این کار را گذاشت توی دهانش یعنی با دهانش گرفتش که رسم هست که کار را میگره وقتی میخوام مرغ شایتا بکنم وقتی میخوام بدیکاش بکنم کار را اون میگذاره تو دهانش نگاش میداره میگه این کار را گذاشت توی دهانش و سینه خز رفت تا توی اتاق پدر به پدر گفت بابا من اومدم اینم کارد شخیتا این با مرا شخیتا کن مرا قربان بکن ولی مرا مخیلا بکن یک وقت به وقتی که این حرف را فهمید گفت اون جواهری که گم کرده بودم به خونه برگشت پیداش کردم یعنی دوباره تو برگشتی با اون کاووتی که باسود بگذاری ببینیم چقدر مهم احترام پدر و مادر گذاشتن تا چقدر سخته تا چقدر درسته که سخته ولی مزدش بسیار زیاده همین که انسان ما هر روز میخونیم که کی بود آوائم را ما در خود صبح میخونیم که انسان چقدر بایسی مثل پدر مادرم سرجم همینه که میگه به این انسان میشه وقت بایسی لشکن شالوم بین آدم را خبرو هم انسان پدر مادرم هم را همینطور حساب بکنه مثل خاورش حساب بکنه که همیشه وقت سلام شالوم داشته باشه بینشون احترام هم که با دوستش صحبت میکنه با انسان با پدر مادرش هم همینطوری صحبت بکنه و اون به پسر متنبه شد از این جریان که فهمید همین که برگشت اومد مادر را بغل کرد بنا کرد به بوسیده که ماما, ماما من اشتباه کردم و خطا کردم امیدوار که مرا ببخشی انشالله امیدوار که زخوت همه اینها ماگن ام اسرائیل باشه آمین کن یراسون به شور امروز هم لیلون نشمت کل حنفتار ام اسرائیل لحبدیل برای سلامتی کلیه بیماران که هشم شفا خیر راجل بده و کلیه سربازانمون که نگهدارشون باشه و کلیه اسیرانمون که به سلامت به خانواده هایشون بر بگردن و تمام افراد اسرائیل در هر نقطه در جهان که هستند در پناه شم و شم نگهدارشون باشه ایراسون و دست دشمن از سر تمام اسرائیل دنیا کوتاه بشه آمن کنی ایراسون برای سلامتی همگی و شالوم بیت کلیه خانواده های اسرائیل شیر لم علاد اسایه نا یا آرمه این یابو ازری ازری میمدونه و وارث آری تلمود در لو یا آن ولی شان شمر اسرائیل ادونای آن شمر سیل خلیج ما مشم لو یک کاوی آرخ بلایلا شمر خامی کر رای شمرت نفشه خا ادونای شمر خابو خامه و ادولام خودش تو روز و روزگارتان خوش صدای تورا صدای جاویدان